بیا هم ستړي مشه لیدونکو د خبرونه دوام دا او یو ځنګړی سلام هغه لیدونکو ته وړاندې کوم چې هم دا اوس خپل خبرونه یعنی د بامشات خبرونه سره یو ځای شوی دی. له دوی هم هیله ده تر څو تر پای له موږ سره مل اوسئ. اوس هم له ځانه سره دوه قدرمن میلمانه لرو په خبرونه کې چې ښاغلی مصطفی باتور راسره نن په خبرونه کې میلمه ده. د سواد په نوم کوم نوی ورزش دی په افغانستان کې راغلی د دغه فدراسیون بنسټګر او همدارنګه رئیس او د دې تر څنګ راسره سایمه احمدي هم ده د میرمنو د کمیټې مسؤوله ده چې نن به له دوی سره د دغه ورزش په اړه مو پوښتو ده چې څه ډول ورزش ده. کیدای سي زما په څیر تاسې هم ډېری کسان په دې باندې پوه نه سئ چې دا څه ډول ورزش ده او څه ډول ترسره کیږي او همدارنګه د دوی څخه به البته له سایمې جانې څخه به د میرمنو په اړه هم پوښتو. خب آقای باتور خوش آمدید در برنامه و صبحتان بخیر. تشکر از شما. به نام خدا با سلام و درود خدمت شما همکاران تخنیکی شما بیننده های تلویزیون زن. مصطفی باتور هستم، رئیس و بنیانگذار فدراسیون ملی سواد افغانستان و همچنان نماینده رسمی فدراسیون ملی سواد در افغانستان. ډیر ښه. او همدارنګه سایمه جان به تو هم خوش آمدید میگیم در برنامه و صبحت بخیر. سلام و صبح بخیر خدمت شما و بیننده های عزیز و همکارای عزیزتان. سایمه احمدی مسئول کمیته بانوان فدراسیون سواد افغانستان. سلامت باشین. خب آقای باتور دیگه شما مشنم کی چگونه یک ورزش است و چقدر وقت میشه در افغانستان ورزش آمده؟ خب ما چون یک کشتی جدید است در افغانستان و نامش هم بسیار جدید است برای شما، ما خواهیم به صورت بسیار خلاصه رشته سواد معرفی بکنم. رشته سواد یک هنر رزمی سنتی فرانسه است که در اوایل 1395 ما افغانستان خوشبختانه که عضویت دائمی فدراسیون بین المللی را در فدراسیون بین المللیشان گرفتن در افغانستان و در شبیه مبارزات زیکس در قسمت مبارزات در دو استایل فایت میشه. فایت مبارزه بخش آسود یا بخش دیگه چه به نام کامبوت است که آسود هم بخش کنترلی میشه یا آماتور میشه و کامبوت چون بخش غیر کنترلی است و بخش های مختلف زیر مجموعه از ایناست. یک رشته جهانی است، یک رشته نیست که از جایگاه جهانی برخوردار است که در دنیا بیشتر از 70 کشور عضویت از داره. خوشبختانه امروز افغانستان هم عضو رسمی و دائمی فدراسیون بین المللی سواد در جهان است. بسیار خوب. خوب به نظر من رشته بسیار پیچیده است، چون در گفتن قدر پیچیده بود من نفهم در وقت بازی کردن چقدر پیچیده باشه. خب ورزش های دیگه که وجود داره مشابه با ورزش های دیگه است، مثلا تکواندو است یا فوتبال است یا دیگه ورزش ها، یک چیز مشابه داره به اینو؟ خب در کل رشته های رزمی تقریبا مشابه هم هستن، ولی تفاوتی که یک رشته را از هم دیگه فرق میکنه بعضی قوانین شون است، قوانین مربیگری است، داوری است و فلسفی یک ورزش است، یونیفرمش است و بعضی از حرکاتی که در جریان مبارزه چند نفره بازی میشه این ورزش؟ این دو نفر مبارزه میکنن. در داخل رنگ بیشتر بخش های مبارزه ای از یک داخل رنگ است، شبیه مثل کیک بوکس، مویتای، فری فایت داخل رنگ است و پنج راوند برگزار میشه که هر راوند دو دقیقه است و یک دقیقه استراحت داره. و بخش دیگه که است چوب بازی است که دو نفر مبارزه میکنه با چوب. بخش کنیده کام بچه خوب جالب است که خب سایما جان بر ما میگه شما بخش مسئول بخش بانوان هستین، چطور از بانوان علاقه داره میایین به ورزش دوست دارن، چقدر بانوان با شما کار میکنن؟ بله چون سواد یک رشته جدید است، در اول وقع نبود اما آل بانوان زیادتر علاقه من شده به ورزش و پیش میبره. بسیار خوب. خب آقای باتوری این رشته فکر میکنم بسیار زیاد دلچسب است، برما بگین این را که آیا تیم ملی داره یا نه و مسابقات خارجی هم تاله داشته؟ مسابقات خارجی چون یک رشته که زمانی که در عضویت یک کشور عضویت سازمان جهانیشان رو میگیره جدید از در کشور طبق طرز العمل یا قوانین اداری ورزش افغانستان هر رشته ای که نه وارد ورزش میشه در وارد اداری ورزش افغانستان میشه باید یک مدت زمان را در بر میگیره تا که اینا همون معیار یک فدراسیون باید پورا بکند. وقتی که معیارش پورا بکنه یعنی معیارش از این که در ولایت ها باید نمایندگی داشته باشه، حداقل بالای 5-6 ولایت باید اینا نمایندگی داشته باشه، در مرکز هم کلاب های فعال باشن و یک سری برنامه های دستاوردهایی داشته باشن.
ما چون همو نظر به مشکلات مالی که ما داشتیم در مسابقات های بین‌المللی زنا اشتراک کرده نتانستیم، ولی امی یک ماه گذشته ما در تهران اجلاس آسیایی بود و همچنان سیمینار مربیگری و فنی بود که کشور آسیایی در تهران با میزبانی جمهوری اسلامی ایران اونجا ما سیمینار برگزار شده بود که ما اشتراک داشتیم از افغانستان در این برنامه. دو نفر، یکی ما بودم و یک از دوستای دیگه ما به نام اسمت الله رنجبر بود که اونجا اشتراک داشتیم و همچنان یک دوری سیمینار آموزشی رو ما دیدیم. بسیار خوب. خب سایما جان، وقتی در این ورزش پیش میبری بخش چوب جنگی شقای باتور یاد کرد، چی گونه است؟ بسیار به نظر تو این ورزش بسیار ثقیل نیست؟ دخترا میره انتخاب کرده؟ نه خیر، یک ورزش دلچسب، بسیار ورزش خوب است. بخش چوب جنگی یا کرید کامبود هم یک بخشی بسیار دلچسب است. چه قسم است؟ از دور میزنه، از نزدیک میزنه؟ نزدیک دو نفر مقابل هم با چوب اردویش یا شمشیر همیتو کار میکنه، مبارزه میکنه. بسیار خوب. خوب در این وقت چوب جنگی آقای باتور یعنی چوبشان خواهد من از یک میار دارنه از طرف فدراسیون تو مشخص شده میشه درباره ازی هم ببین؟ بله، سیستم مبارزه شان که از در بخش کنیدی کامبود یا چوب بازیشان دو نفر با هم فایت میکنه یا مبارزه میکنه که شبیه قوانینشان شبیه تقریبا بخش های فایتشان هست. خب. و جای مشخص داره که باید کجا باید ضربه زده شود. بیشتر در روی زده میشه، در ساخت میزنه، در روی پت و روی شکم. و یونیفرمی که داره، یونیفرم از اینا یک کلاه داره، کلاه یمنی داره که رویشان پوشیده است، شبیه شمشیر بازی که لباس شاید دیگه باشین، یونیفرم داره شبیه از و در قسمت یونیفرم خودش لباسش که است تقریبا ضربگیر داره که ضربات به صورت آهسته زده میشه، سرعت داره ولی ضربه تو نمیشونه، فقط تچ میکنه. یعنی در رویش یک کلاه محافظتی است؟ رویشان کلاه داره، کلاه محافظتی است که اونا محافظت میکنه از رویش. خب باید باشه این زیبا اینسان خازوان میره در میره. خب سای مجان، چطور این ورزش در جامعه افغانی ما جافتیده به نظر خود به خودت قناعت بخش است یا نه؟ بله، این ورزش بسیار یک ورزش دلچسب، یک بسیار ورزش خوب است و آهسته آهسته پیشرفت کردم میره، چون اولا اوقات چی نبود، اما حالی زیاد خوب شده، بانوانو میای اونجا شرکت میکنه، زیاد خوب است. بسیار خوب. خوب آقای باتور، شما مربی دختر دارین مثلا به دخترها که تمرین میتا یا می خود برادرای ما بر اونا تمرین میتا؟ نه، بخش های بانوان ما جدا هستن، کلا بخش بانوان یک ترنرهایشان جدا هست، خانم سایم احمدی مسئول کمیته بانوان هستند و یک تعداد از مربی های هستند که در کلاب های خود بخش های بانوان را آموزش میتن، اینا کلا برنامه زنا جداست، ولی نظارت کلی را ما از طرف خود هیئت رهبری فدراسیون کمیته نظارت داریم که برای نه تنها بخش های بانوان بلکه بخش های آقایان، کلا در هر دو بخش اینا نظارت خود دارن. بسیار خوب. خب خود فدراسیون ساوات یعنی یک فدراسیون مستقل است یا زیر دست کدام فدراسیون دیگه میباشه؟ در کل رشته ساوات چون یک سبک نیست، یک رشته است که زیر مجموعه سبک های مختلف است و در هر کشوری که عضویت دادن نظر به اساسنامه فدراسیون بین‌المللی کاملا باید استقلالیت خود حفظ بکنن که زیر هیچ یک از رشته های رزمی با ساختار رزمی نباید باشه. که خوشبختانه امروز در افغانستان فدراسیون ملی ساوات افغانستان کاملا یک رشته، یک فدراسیون مستقل است. بسیار خوب. خب آقای باتور، از شما میشنویم درباره ورزش افغانستان بگوین به نظرتون چه پیشرفت کرد؟ والا ما خود قناعت داریم در قسمت ورزش افغانستان، اگرچه یک سری مشکلات هایی در اواخر که پیش آمده، خب مثل فدراسیون های موازی است و همچنان المپیک مشکلات خود داره. در کل امیدوار هستم به این که در آینده ورزش افغانستان از این حالت برایه و رهبری ورزش کشور و بزرگای ما یعنی قهرمانای ما تلاش به این بکنن که ورزش افغانستان فعلا در این حالتی که است، در این وضعیتی که است که نظر شخصی خود ما قابل یعنی تایید نیست. که نباید تو باشه. امروز ما مشکل در راست از به نظر من مشکل در ورزشکار نیست، ورزشکار هنوز بسیار خوب پیش میره. دقیقاً.
خب این مشکلات در کل در کشورها هست در بخش‌های ورزشان، ولی نسبتاً در کشور ما خب معلوم داره که بیشتر است. سلامت باشین. تشکر آقای بطور و سایمه جان از اینکه در برنامه حضور پیدا کردن. بسیار گپای خوبی داشتیم. ان شاءالله شما هم در ورزشتان و در فعالیتاتون موفق باشید. تشکر، لطف دارم، قربان شما. سلامت باشین. تشکر سایمه شما. لیدونکو اوس به هم د خبرونه په دې برخه کې ولنده د مخلوبیر ته چې رسنی غو خبرونه مهیره.